بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهد منكم الشهر فليصم. سوالها وابسته به ماه شعبان. سوال: ماه شعبان چیست؟ ماه شعبان ماه هشتم سالشماری قمری هجری است. معنای شعبان چیست؟ شعبان به معنای انتشار یافتن، طلب آب کردن و ظاهر شدن است. برای چی در ماه شعبان در عبادتها سعی کوشش زیاد کرده شود؟ برای تیار شدن به ماه رمضان باید در عبادتها سعی کوشش زیاد کرده شود، به مثل قرائت قرآن، نماز در جماعت و روزه. سوال: آیا در ماه شعبان روزه داشتن درست است؟ بله، در ماه شعبان روزه داشتن سنت است. مادرمان عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند: هیچ ماه همچون شعبان مشاهده ننمودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن به کثرت روزه گرفته باشند. حدیث با روایت امام بخاری و امام مسلم. سوال: آیا این قول درست است که بعد نصف ماه شعبان روزه داشتن درست نیست؟ بله، بعد نصف ماه شعبان روزه داشتن درست نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر به نصف ماه شعبان رسیدید روزه نگیرید. حدیث با روایت امام ترمذی. سوال: اگر به نصف ماه شعبان رسیدید روزه نگیرید، یعنی این معنا برای کیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثر ماه شعبان را روزه میگرفتند؟ یعنی این معنی برای آنهایی است که بعد به نصف رسیدن ماه شعبان به روزه آغاز کنند، نه برای آنهایی که از اول این ماه روزه می داشتند. سوال: مقصد از روز شک چیست؟ مقصد از روز شک یک یا دو روز آخری ماه شعبان روز شک است. سوال: حکم روزه روز شک چیست؟ حکم روزه روز شک جایز نیست، مگر برای آنهایی که از اول ماه شعبان روزه می داشتند. سوال: علت نهی روزه روز شک در چیست؟ علت نهی روزه روز شک آن است که تا روزه با ماه رمضان زیاده نگردد. دوم، برای تحقیق و جدا کردن روزه نفلی از روزه فرضی و مثل جدا کردن نماز فرضی از نفلی با سخن یا انتقال یافتن به مکان دیگر. سوال: روزه نظر و یا روزه کفارت را می توانیم در روزهای شک بداریم؟ روزه نظر و روزه کفارت را داشتن حجاب که ندارد جایز است. سوال: آنه که همه وقت در روز پنجشنبه روزه می گرفت، اگر روز شک روز پنجشنبه باشد پس می تواند روزه بگیرد؟ بله، می تواند روزه بگیرد. سوال: آیا جایز است که روز آخر ماه شعبان را از روی احتیاط روزه بگیریم؟ البته روزه ماه رمضان آغاز نمی گردد، مگر با پره شدن 30 روز ماه شعبان و یا با دیدن ماه رمضان، غیر از این برآمدن از حدود خداوند است. سوال: با ندیدن ماه رمضان آیا می توانیم با خبر دیگران روزه را آغاز کنیم؟ بله، می توانیم با خبر دیگران روزه را آغاز بکنیم. سوال: آیا می توانیم روزه قضای سال گذشته را در ماه شعبان بداریم؟ بله، در ادای قضای سال گذشته تا آمدن ماه رمضان باید سراسیمه شویم. سوال: آن زنانی که به سبب حیض و یا نفاس چند روزه را روزه نداشته بودند، آیا قضای آن را دارند؟ بله، واجب است که قضای ماه رمضان را پیش از در آمدن آن بدارند. سوال: بعضی انسان‌ها پیش از ماه رمضان دست به گناه‌های گوناگون می‌زنند و تأکید بر آنند که روزدار را تمام گناهش مغفرت است. حکم چنین انسان‌ها چیست؟ این از بدترین فکر است. به آنها بگوید که دست به گناه‌های گوناگون زدن را کی به شما اجازت داده است؟ این چنین به شما کی ضمانت داده است که با داشتن روزه ماه رمضان گناهان انسان مغفرت و عملهایش قبول است؟ سوال: آیا خواندن 12 رکعت نماز نفل بعد نماز شام در شب‌های جمعه ماه رجب و شب 15 ماه شعبان از سنت است؟ در جواب گفته می شود که از سنت نیست، بلکه از بدعت‌های انکار شده است. با همین سوال‌ها وابسته به ماه شعبان به آخر رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.